سلام خوش اومدید به کلاس درس در دو ویدئوی قبل با هم دیدیم که اگر من یک همچین سطح شیبداری داشته باشم که یک جرم روی اون قرار داره به این جرم سه نیرو وارد میشه یکی نیروی گرانش در این راستا یکی نیروی عمودی تکهگاه در راستای عمود بر تکهگاه و یکی هم نیروی استکاک در راستای موازی سطح شیبدار یا در حقیقت در راستای حرکت و بعد من اومدم و محورهای مختصات رو این x و y انتخاب کردم تا کارم راحت تر باشه در راستای حرکت انتخاب کردم و بعد از اون با تجزیه نیروی گرانش به دو معلف x و y نشون دادم که وقتی که این جسم ساکنه باید برایند نیروهای وارد بر اون در هر دو راستا صفر باشه بنابراین این n مساوی میشه با معلفه y نیروی گرانش یعنی mg کسینوس آلفا و این نیروی استکاک مساوی میشه با معلفه x نیروی گرانش یعنی mg سینوس آلفا و بعد طبق رابطه حد اکثر نیروی استکاک ایستایی مساوی بود با میو اس ضرب در n یعنی mg کسینوس آلفا به این نتیجه رسیدیم که جسم وقتی در آستانه حرکت قرار میگیره که حد اکثر نیروی استکاک ایستایی برابر بشه با این نیروی گرانشی که داره برش وارد میشه یعنی اگر من آلفا رو زیاد و زیاد و زیادتر بکنم تا جایی که این رابطه برقرار بشه به عبارتی میو اس مساوی بشه با تانجانت آلفا جسم من در آستانه حرکت قرار میگیره یعنی اگر من دیگه فوتش بکنم یا این زاویه آلفا رو اپسیلون تا خیلی خیلی کوچیک زیاد کنم جسم من حرکت خواهد کرد اگر من این معادله رو حل بکنم به این نتیجه میرسم که آلفا مساوی هست با تانجانت منفی یک ضریب استکاک ایستایی من به این میگم شرط آستانه حرکت یعنی این آلفایی هست که اگر من زاویه شرط سطح شیبدار رو در اون آلفا قرار بدم مستقل از اندازه جرم و مستقل از اینکه اصلا من روی چه کره ای هستم یعنی روی مریخ هم همین اتفاق میفته چون من شتاب زمین رو اصلا در این معادله ندارم و اینجا حذف شد جسم من در آستانه حرکت قرار خواهد گرفت وقتی که جسم من حرکت بکنه یعنی من فوتش بکنم یا این یعنی زاویه آلفا اپسیلون تا زیاد بشه خیلی خیلی کوچیک اصلا قابل صرف نظر در این صورت این نیروی استکاک ناگهان از نیروی استکاک ایستایی تبدیل میشه به یک نیروی استکاک جنبشی پس این ناگهان میشه اف که یعنی یک نیروی استکاک جنبشی و من میدونم که نیروی استکاک جنبشی من یعنی FK کی مساوی هست با میو کی ضرب در ام ج کسینوس این همون نیروی عمودی تکیگاه هست نیروی استکاک جنبشی هست میو کی ضرب در نیروی عمودی تکیگاه و بنابراین از اونجایی که میو کی کوچیکتر هست از میو اس من نتیجه میگیرم که FK یعنی نیروی استکاک جنبشی کمتر هست از اف مکس یا اون حد اکثر نیروی استکاک ایستایی که من بهش رسیده بودم این نمودار رو یادتون هست من داشتم بر حسب آلفا نیروی استکاک رو میکشیدم یعنی میگفتم وقتی آلفا رو شروع میکنی زیاد کردن نیروی استکاک اولش که کلا برابر هست با ام سینوس آلفا یعنی با این دبلیو ایکس تا موقعی که جسم من ساکنه برابره بنابراین این میشه ام سینوس آلفا تا جایی که من میرسیدم به یک نقطه آستانه حرکتی که اینجا شرطش رو به دست آوردم یعنی آلفام تا جایی که بشه تانجانت منفی یک میو اس این رابطه ای ام سینوس آلفا درسته در این نقطه نیروی استکاک من برابر بود با حداکثر نیروی استکاک ایستایی یعنی میو اس ام کوسینوس آلفا پس این میشد حداکثر نیروی استکاک ایستایی وقتی که جسم شروع میکنه حرکت کردن ناگهان من یک جهش دارم یعنی از این نقطه میام به این نقطه و اندازه این برابر هست با میو کی ام کوسینوس آلفا پس ناگهان یک جهش در نیروی استکاک رخ میده و من میپرم به پایین و حالا من میتونم و بیام بعد از شروع حرکت این جرم قانون دوم نیوتن رو براش بنویسم اول به یک نکته دقت بکنید که این اف کی در راستای عکس محور ایکس بنابراین من میتونم به صورت برداری بنویسمش هست منفی میو کی ام کوسینوس آلفا آی یا بردار یک کی محور x ها یعنی در جهت عکس محور x ها انقدر تا برو جلو و در این صورت برایند نیروهای وارد بر جسمم در راستای محور x ها f نت مساوی میشه با چی مساوی میشه با این بردار یعنی ام ج سینوس آلفا در راستای محور x ها در راستای آی به علاوه این بردار یعنی منفی میو کی ام ج کوسینوس آلفا در راستای محور x های منفیش میگه یعنی در حقیقت در راستای عکس محور x ها این میشه برایند نیروهای وارد بر جسمان و طبق قانون دوم نیوتن این باید مساوی باشه با m شتاب در راستای محور x ها این قانون دوم نیوتن هست من میتونم این عبارت رو ساده بکنم m ها با هم ساده میشن و از این چه نتیجه میگیرم نتیجه میگیرم که ج سینوس آلفا منفی میو کی ج کوسینوس الفا در راستای محور آی ها در راستای محور ایکس ها مساوی میشه با شتاب من در راستای محور ایکس ها یعنی من در حقیقت تونستم شتاب رو در راستای محور ایکس ها حساب بکنم که اندازش از ج سینوس آلفا منهای میو کی ج کوسینوس آلفا این عبارت خیلی جالبه چرا چون من در ویدیو اول بحث سطح شیبدار نشون دادم که اگر استکاکی وجود نداشته باشه این جرم من با شتاب ج اشتباه شد ج سینوس آلفا به سمت پایین حرکت خواهد کرد یعنی شتابش ج سینوس آلفا در راستای محور ایکس ها خواهد بود این عبارت الان داره دقیقا به من همون رو میگه میگه اگر میو کی تو برابر با صفر باشه یعنی ضریب استکاکی جنبشی صفر باشه یعنی استکاکی وجود نداشته باشه این جمله میشه صفر و بنابراین شتاب تو در راستای محور ایکس ها میشه ج سینوس آلفا و حالا که استکاک داری عملا من دارم تو رو در شتاب جریمه میکنم یعنی نیرو استکاک عملا جریمه این نیروی گرانش هست و داره اون رو یک جورهایی کنترل میکنه و شتاب رو کم میکنه با این نسبت یعنی با میوی کیج کوسینوس آلفا داره شتاب رو کنترل میکنه که این هم کاملا با شهود ما سازگاری داره یعنی هر چقدر این ذریب استکاک بره بالاتر شتابی که جسم من در این راستا میگیره کمتر خواهد خب حالا اگر من این آلفا رو باز هم شروع کنم زیاد کردن چه اتفاقی میفته؟ بیاید بریم اول سراغ نیروی استکاک. من میدونم که نیروی استکاک جنبشی دیگه همیشه برابر با اینه. یعنی میوی که ام جه کوسینوس آلفا و میدونم که آلفا در حقیقت کوسینوس آلفا تا قبل از 90 درجه یک تابع نزولیه. بنابراین این نیروی استکاک جنبشی من من هر چقدر آلفا رو زیاد بکنم کم و کمتر میشه. چون این نیروی عمودی من داره کم و کمتر میشه بنابراین نیروی استکاک جنبشی من یک همچین رابطه کوسینوسی رو طی میکنه تا برسه در 90 درجه به صفر و از طرف دیگه من میدونم که این نیرو دائم زیاد و زیادتر میشه وقتی که من این زاویه رو زیاد میکنم چون سینوس آلفا داره دائم زیاد و زیادتر میشه و این معلفه بزرگ و بزرگتر میشه بنابراین به دو دلیل وقتی که من آلفا رو زیاد کنم شتابم زیاد میشه یکی اینکه این عبارت زیاد میشه و یکی دیگه اینکه این عبارت کم میشه پس این عبارت من زیاد میشه و این عبارت من کم میشه اینها هر دو باعث میشن که شتاب جسم من اگر من آلفا رو زیاد بکنم زیاد و زیادتر بشه خب خیلی هم خوب ما الان تقریبا همه ابزارهای لازم برای تحلیل مسائل سطح شیبدار رو یاد گرفتیم من در ویدیو قبل بعد یک مثال از سطح شیبدارم حل میکنم الان بذارید یک آزمایشی با هم در آزمایشگاهمون بکنیم من میخوام یک چیزی رو آزمایش بکنم و اون هم این رابطه است من میخوام ببینیم با هم آیا این رابطه درسته یا نه و چه جوری میتونیم اینو بکنیم آزمایش بذارید من برم داخل آزمایشگاهمون من الان یک کاماد اینجا دارم که ضریب استکاکش با این سطح هست 3 دهم خب این رابطه داره به من میگه که اگر آلفا رو من زیاد بکنم تا جایی که تانژانت آلفا بشه 3 دهم این جسم باید شروع بکنه به حرکت کردن حالا بذارید من آلفا رو شروع کنم پس زیاد کردن الان من این آلفا رو زیاد زیاد همینجوری دارم زیاد میکنم هنوز حرکت نکرده تا زیادتر بکنم زیادتر بکنم هنوز الان شروع کرد حرکت کردم پس بذارید متوقفش بکنم حدود 16 درجه تقریبا شروع کرد به حرکت کردن حالا این رابطه داره به من میگه که اگر میوه اس تو زیاد بشه تو نیاز به آلفای بزرگتری داری برای اینکه بتونی جسم رو بدون هیچ نیروی و فقط با گرانش حرکت بدی بذارید ببینیم آیا این آزمایش اینجا اینو به ما نشون میده بذارید من این جسم رو برگردونم پایین بعد مثلا به جاش یک جسم و ذریب که بزرگتر بیارم مثلا یک یخچال بذارم اینجا و بعد من یه لحظه اشتباه کردم خواستم یخچال رو بیارم جلو و بعد شروع کنم این زاویه رو زیاد کردم برسونم خب میبینید که من از 16 درجه رد کردم با این همه این جسم حرکت نکرد و همینجوری زیاد زیاد هنوز حرکت نمیکنه نمیکنه حالا شروع کرد حرکت کردن بنابراین وقتی که میو اس من زیاد شد من به آلفای بزرگتری نیاز داشتم برای اینکه بتونه جسمم به خودی خود و با نیروی گرانش شروع بکنه به حرکت کردن و به نظر میرسه این رابطه حداقل به صورت کیفی درست هست به صورت کمی نیاز به آزمایش های دیگه خواهیم داشت فعلا خدافز